قسم روباه رو باور کنیم یا دم خروس رو، شاید مصداق بهتری از فرانسه برای این ضرب المثل ایرانی یافت نشه. اسناد جدید فاش شده توسط یک رسانه فرانسوی نشون میده این کشور برای فروش سلاح چشمش رو به روی اقدامات ضد بشری ائتلاف متجاوز به یمن بسته نگه داشت. من با شما درباره مرکز قاضی بلهاف صحبت می کنم که می دانید متعلق به توتال است. این مرکز از سال 2016 به عنوان زندان با انواع وحشتناک شکنجه ها در اختیار امارات قرار دارد. می خواهم بدانم نقش فرانسه و توتال در اینجا چیست؟ 39% بر توتال. آنچه که مربوط به کارخانه توتال می شود متعلق به توتال نیست. واقعا نمی دانم. باید بررسی شود. به نوشته این نشریه پایگاه نظامی و زندان مخفی امارات در پالایشگاه گاز بلهاف یمن متعلق به توتال پنهان شده بود و مقامات فرانسوی نیز از اقدامات غیر انسانی و تحقیرآمیز از جمله محرومیت از مراقبت‌های درمانی و شکنجه‌های فجیع در این شکنجهگاه خبر داشتند. Une association des victimes de la torture des Émirats arabes. انجمن‌ها و کمیته‌های حقوق بشر حامی قربانیان درباره شکنجه‌هایی که توسط امارات در این زندان صورت گرفته، مدارک موثقی به سازمان ملل ارائه دادند. آقای وزیر، می‌خواهیم بدونیم آیا تشکیلات دیپلماسی شما در این زمینه پیشرفت‌هایی داشتند؟ Je sais votre préoccupation sur la base. من از نگرانی های شما درباره پایگاه بلهاف در یمن آگاه هستم. من به شما یادآوری می کنم که دولت رسمی یمن در سال 2017 آن را مصادره و دیواری بین کارخانه و بخش های دیگر احداث کرده است. این اطلاعاتی است که می توانم در اختیارتان قرار دهم. تا کنون اسناد زیادی درباره فروش سلاح فرانسوی به عربستان و امارات و مشارکت در تجاوز به یمن منتشر شده، اما سند جدید که از مشارکت فرانسه در شکنجه یمنی ها پرده برمی‌دارد رسوایی بی‌شرمانه دیگری است در پرونده سیاه مدعیان حقوق بشر. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.